سیالی غلام حیدر خان. لسیالی غلام حیدر خان از سال 1349 هجری شمسی آغاز به فعالیت کرده و در نخستین سالهای فعالیت خود به شکل یک مکتب ابتدایی بود. این مکتب اولین جشن فارغ التحصیلی خیش را در سال 1367 هجری شمسی تجلیل نمود و شاگردان موفق را تقدیم جامعه کرده تا مصدر خدمت به وطنشان گردند. مدیریت این لیسه با تجهیز ساختن صحنه اولی از گلهای معطر و زیبا، ظاهر این لیسه را به شکل بسیار خوب آراسته نموده است. اسدالله کوهستانی با داشتن نظم و دیسپلین خاص خود توانسته است که این لیسه را در سطح کابل به یکی از بهترین لیسه های ولایت تبدیل نماید. لیسه عالی غلام حیدر خان در طی سالهای گذشته توانسته که جوایز بسیار زیادی را در زمینه های مختلف از طرف وزارت معارف و ارگان های دیگر دولتی و غیر دولتی به دست بیاورد. همچنان ما درسی سرسبزی مقام اول گرفتیم که یک تقدیرنامه از طرف سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد به این مکتب داده شده مقام اول و همچنان تقدیرنامه دیگه که ما در حدود 95 تقدیرنامه میشه. این لیسه با مدیریت اسدالله کوهستانی توانسته به تعداد 197 معلم ورزیده و با تجربه را گرد هم بیاورد تا آینده سازان کشور را به سوی روشنایی سوق دهند. طبق تحقیقات صورت گرفته شده، این لیسه با 27 دوره تعلیمی توانسته است که 48,600 شاگرد ممتاز را تعلیم و تربیت دهد. در حال حاضر به تعداد 10,000 شاگرد در صنف ها و وقت های مختلف مصروف فراگیری تحصیل خیش هستند. شاگردا نیاز به نوازش دارند، نیاز به کوشش دارن، تشویق دارن. ما میتونیم هر قسم شاگرده که مشکلات داشته باشن در خانواده در بیرون، ما اونا رو تشویق بکنیم، برای خوب کارهای تربیتی هم رایشان بکنیم و ما قسم میتونیم شاگرده به صورت درست برسانیم. کتابخانه لیسه عالی غلام حیدر خان با داشتن 6000 جلد کتابهای گوناگون توانسته است که سطح فکری شاگردان این لیسه را به مراتب بالا ببرد. شاگردان می توانند بر علاوه خواندن کتابهای درسی از کتابهای این کتابخانه وسیع مستفید شوند. کتابخانه جایی است که جزئیات و همچنان تفصیلات تمام موارد در کتابخانه وجود دارد که بزرگترین اساس هر کتابخانه داشتن کتابهای بیشتر می باشد که خوشبختانه مکتب ما غلام حیدر خان از جمله مکاتب است که دارای بیشترین کتابها را دارد و با استفاده از این کتابها می توانیم دارای یک آینده روشن و همچنان تفاوت در آینده افغانستان داشته باشیم. این لابراتوار با داشتن امکانات اندک، شاگردان زیادی را به صورت عملی با رشته آیندهشان آشنا ساخته است. لابراتوار این لیسه توانسته پاسخگوی شاگردان مشتاق به رشته های دکتری و دیگر رشته ها باشد. تمام مضامین را که ما در مکتب ما مطالعه میکنیم اساساً مضامین ساینسی میباشه و برای ای که ما اونا را مطالعه کنیم ما ضرورت به یک لابراتوار مجهز داریم که مکتب ما دارای یک لابراتوار مجهز میباشه و توسط او لابراتوار ما میتوانیم حوادث فیزیکی، تجارب کیمیاوی و همچنان اجزای داخلی و اجزای خارجی بدن انسان را مطالعه کنیم و یک نتیجه و یک برداشت خوب را از اونا حاصل کنیم. رشد ورزش یکی از اصلی ترین هدفهای این لیسه است. با ساخته شدن میدان فوتبال و با تشکیل دادن لیگ برتر تمامی شاگردان علاقمند به ورزش را دور هم جمع نموده است. سنتر صحی یک مرکز صحی برای شاگردان این لیسه است. این مرکز برای شاگردانی که کسالت جزئی دارند تأسیس شده است. همچنان در صورت ضرورت ما هر نوع کمک اولیه را و هر مریض انجام میتیم، در صورت ضرورت بالاتر از آن
یا به شفاخانه بزرگ یا به معاینات طبی لابراتوری اعزام میکنیم. مدیریت لیسیال غلام حیدر خان جناب از کوچستانی صاحب یکی از مدیران موفق لیسه است و استادایی که بالای شاگردای خود کوشش کردن فعلا شاگردایشان در بسیار سطح بالا قرار دارن و ما هم یکی از شاگردایشان هستم که از لیسیال غلام حیدر خان فارغ شدیم، همین رشته و فرا گرفتم، خلاص کردم، تحصیلات خود را به پایان رساندم و فعلا در خدمت مردم افغانستان هستم و بازم سپاس تشکری میکنم از تمام استادایی که کوشش کردن بالای اولاد وطن به خصوص نسل جوانی که فعلا فارغ شده و فعلا فارغ میشن در دوران تحصیل قرار دارن. جوان سپاس تشکری میکنم از تمام استادایی که کوشش کردن و اولاد وطن پرورد.